رئیس بهداشت جهانی به قدر خانم دکتر زهرا چیز نداره، تخصص پزشکی نداره، شجانه هم حرفی زهرا خانم داره میزنه ماشاءالله، در مورد دیگه هم داد زده، فریاد زده، کو گوش شنوا. خانم دکتر در خدمتتون است. سال هاست که داغ نابرخورداری بر سینه دارد، نابرخورداری از حداقل هایی که لازمه زیست مطلوب مادی و معنوی است. اصفهان ما و مردمان نجیبش سال هاست که با کم آبی و بی آبی، خشکسالی و آلودگی، پیری جمعیت و کاهش ازدواج، بیکاری و بیخانگی، سرطان و ام اس، استراب و استرس و ده ها معضل دیگر دست به گریبانند. قطب صنعتیم، چهار راه سیاستیم، پایتخت فرهنگ و تمدنیم، نصف جهانیم، اما دست هامون در گریبان است از نابرخورداری هامون. وکلای عزیز ملت، این نصف جهان ما را اگرچه در جهان به سی و سپل و دیگر آثار تاریخی شناخته اند، اما اصفهان فقط اینها نیست. اصفهان با آمار بالای سرطان ام اس به ویژه در زنان دست و پنجه نرم می کند و با سالک و با بیکاری و مهاجرت و با خشکسالی شهرها و روستاهای شرقیش و کشاورزان خون به دلش و زایندرود دلخونش، زایندرودی که زمانی رگ حیات ملی بود و اکنون سوی خشکسالی سر می دهد. وکلای عزیز ملت، من یک پزشکم و به فراخور تخصصم در ایفای مسئولیت وکالت موکلین شریف اصفهانیم و ایرانیم سلامت را اولویت می دانم و سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی آنگاه حاصل خواهد شد که سته ضروری که حکمای طب ایرانی آنها را ضروری دانستند برای همه شهروندان. حالا فکر کردین همینجور اومد فارسی ترجمه کردن همه چیزی برای شما، جدا از ایران تحریم اقتصادی، تمام این امکانات مدرن بیل گیتی تو ایران در حال فروش بوده تو این سال ها میلیارد میلیارد. آقا ترجمه فارسی هر چی در اومد، هر چی در اومد، فیسبوک در اومد، گوگل در اومد، اینستا در اومد که همشون رو بکه، تلگرام که اصلا برای ایرانی ساختن ترجمه فارسی، پروگرام فارسی. میدونی چقدر هزینه میبره اینا ترجمه فارسی بذارن؟ الان تو دیگه بخوای با کسی حرف بزنی مشکل نداری که همه زبان ها رو باید ترجمه کنه و فارسی از روز اول بوده، از روز اول بوده. ایران منطقه مهمیه، منطقه مهمیه، برای همین دارن نابودش میکنن. نابودش که میکنن تیکه تیکه بشه راحتتر میره تو حلقوم خورده میشه، راحتتر خورده میشه. خوش دارم کار دارن میکشن، همینجا دارن میکشن، هیچ کسی نمیسپی. آقا چرا داری کار میکنی بابا مرد حسابی؟ آقا چرا داری تو این کار میکنی اینقدر؟ خب درسته بری دنبال دوا و فلان و فلان باشید، ولی از اون طرفم پیگیر این باشید که کسی که داره میلیون ها نفر رو میکشه، این تشکیلات که داره میکشه، هر کی هست بس چیز بشه. چندین بار این ویروس ها رو ریختن، چندین بار برید مطالعه کنید. آخرینش هم چند سال پیش بود، چند سال قبلش بود، چند سال قبلش بود، ولی این دیگه تکامل یافته است، این دیگه پیشرفته ترینشه. ولی باعث نمیشه که شما ماسک نزنید. وقتی که محمد رضا شاه آریامهر ماسک میزنه با شیر و خورشید، شماها هم باید ماسک رو بزنید، چون الان احتیاط رو باید بکنید. همین حرفا برای نیست که تو احتیاط نکنی خودت بمیری، اگه دیرم به مردن بدی. ولی خب بدبخت ملت ایران که کار نکنه که پول نداره، که پولاش که بردن دادن عتی خرج عتینا کردن، این تشکیلات جهانی رفته گلوبالیستا رفتن پولای ایرانی که همش خرج کردن سیدعلی خامنه‌ای که مدت‌ها مرده است، گفتم برید گوش کنید مرده، این یک کلونیست که داری بازی میکنه. این کلونی هم الان مأموریتش تموم شده، چون صلح اعراب شده، الان جهان بایستیش رو به سازندگی باشه بعد از این کرونا. همین کرونا هم باید میلیاردها دلار واکسن بفروشه. آقا از این جیب چند میلیارد دلار میده به اون جیب،
میگه کمک میکنی به واکسن سازی، این چندین میلیاردی که میده به اونجا میگه خیلی کمک کردن، برای اینکه مالیات چه نده، مالیات بده توی غرب دنیا، چون از مالیاتت میتونی به خیریه کمک کنی، یا از این مالیات نده ور میده میذاره تو خیریه، خیریه جیب خودشه، با همین جیب میره واکسن خودشو میخره میفروشه به مردم. ای وای شعورا دانشا عقلا. حالا این یه گزارشیه که اکونومیست منتشر کرده، خیلی هم مهمه، و چون اولین کسش همین آقای محمد علی بود، خیلی هم با ایران تاریخ ایران خوبه و از ریشه کردی داره آدم دوسته، ما همین گزارش رو براتون پخش کنیم که نگاه کنید ببینید دنیا دست کیه. بعد طرح روی جلد مجله دی اکونومیست برای سال 2021 منتشر شد و در پی اون کارشناسان شرح و تفسیر اون رو آغاز کردند. میدانید که این مجله در اواخر هر سال با طرح روی جلد خودش حوادث پیش روی کره زمین رو پیش بینی میکنه، یا به عبارتی اعلام میکنه که قدرت جهانی پشت پرده چه نقشه‌ای برای کشورهای جهان کشیده. دی اکونومیست مجله‌ایه که به خانواده روتشیلد تعلق داره که حتما میشناسید. این نشریه در آمریکا و اروپا پرفروشترین نشریه است و در واقع مسیر سیاست و اقتصاد رو تعیین میکنه. بی‌معطلی به تفسیر طرح روی جلد مجله برای سال 2021 میپردازیم. این ویدئو ترجمه بخشی از برنامه تلویزیونی کانال بیاز ترکیه با شرکت کارشناس ترک به نام محمد علی اونل میباشد که حاوی نکات خوبی است. ترجمه بخش‌هایی از سخنان محمد علی اونل این چنین است: همچنان که می‌بینید طرح روی جلد مجله چیزی شبیه ماشین قماره. با نگاه اول باید گفت که منتشر کنندگان این مجله، یا به عبارتی مغزهای پشت این مجله، یه بازی رو تدارک دیدن و اون رو به اجرا خواهند گذاشت. این مغزها نه پیشبینی ها بلکه چیزهایی رو می نویسن که خانواده روتشیلد و تعدادی از خانواده های پرنفوذ آمریکایی خواهان اتفاق افتادن اونها هستن. اعلام می کنن که چه نقشه‌ای برای جهان کشیدن. بر اساس ماشین قمار، وقتی دسته ماشین که در این تصویر به شکل کره زمین هم هست کشیده میشه، تصاویری که برنده میشن در وسط صفحه قرار میگیرن. در صفحه چه تصاویری دیده میشه؟ میبینیم که تصویری از یک کودک با ماسک وجود داره. این یعنی این که در سال 2021 پاندمی تا جایی پیش میره که حتی کودکان مجبور میشن از ماسک استفاده کنن، و یا میتونه حاوی این پیام باشه که یه پاندمی جدید و خطرناکتر از کرونا آغاز خواهد شد. تصویر آمپول که بالای کودک قرار گرفته، یعنی اینکه هر کس حتی کودکان مجبورن واکسینه بشن، یعنی اشخاصی که واکسینه نشن به بهانه به خطر انداختن سلامت عمومی با بسیاری از محدودیت ها روبرو خواهند شد. به عنوان مثال، حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو نخواهند داشت، یا حق استخدام در ادارات دولتی، یا حتی استفاده از خدمات دولتی رو نخواهند داشت. اگرچه در حال حاضر واکسینه اجباری در همه کشورها کمی دور از ذهن به نظر میرسه، اما شرایط طوری خواهد شد که همه دولت‌ها تسلیم اون بشن. در اینجا نیمی از یه علامت سوال رو میبینیم، یعنی یه مسئله غیر قابل پیشبینیه. با توجه به شرایط جهان و خاورمیانه، فکر میکنم که این مسئله از منظر تعادل قوا ترکیه خواهد بود که میتونه برای آمریکا مسئله ساز باشه. تصویر بمب اتمی رو می‌بینیم، یعنی یا آمریکا علیه یک کشور از بمب اتمی استفاده خواهد کرد، یا یک کشور دیگه بمب اتمی رو به کار خواهد برد. یعنی در سال 2021 باید آماده شنیدن خبر یک حمله اتمی باشید. تصویر جو بایدن رو در وسط صفحه می‌بینیم، یعنی بایدن کاملا برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. زیر تصویر بایدن پرچم دونیم شده آمریکا قرار داره، یعنی بایدن برنده شد اما آمریکا مغلوب شد. به قدرت رسیدن بایدن به معنی بر سر قدرت آمدن قدرت جهانی پشت پرده است. نیمی از مردم آمریکا چنین چیزی رو نمیخوان. شاهد زد و خوردهای خیابانی در آمریکا هستیم و میشه گفت که احتمالاً در آینده نزدیک شاهد آغاز جنگ داخلی در آمریکا خواهیم بود.
می‌دانیم که تعدادی از ایالت‌های آمریکا به طور آشکار خواهان استقلال هستند و ممکنه در این راستا با دولت مرکزی آمریکا درگیر بشن و به این ترتیب جنگ داخلی روی بده. در اینجا نیمی از تصویر تیک تاک رو هم می‌بینیم، به این معنیه که با روی